نخستين سوال متوجه جنابي أستاذ ناظر أحمد الرحماني يسيزنك أستاذ محترم براما تشريه ميكنو ميگن که إصلاح جامعة چی هست چه تعريف از جامعة وإصلاح زدادين شما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله عز وجل في محكم التنزيل وهو أستقل قائلين وإذ قالت طائفة منهم لما تعيزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله بارز السلام وخصنا وشيش خدمة الشما ودوستاز جرامي وبلندقان عزيز شما خرسندم هستم که الله متعال توفیق را نصیب ما گردانید و بار دیگر در یکی از برنامه های نشست های ایمانی در حضور شما و در حضور بینندگان عزیزتان هستیم جناب استاد گرامی جامعه چیست؟ اصلاح جامعه چی تعریف دارد؟ اگر بر بگردیم به یک جامعه شناسی یا علم الاجتماع خوبتر اکیر از او منظر بحث کنیم جامع شناسا جامعه را تعریف میکنند که در لغت به معنای اجتماع یک جا بودن و یک جا زیست نمودن است و در سلام میگن که جامعه عبارت از گروه مردمی است که در یک قلمرو خاص و با فرهنگ مشترک با هم زیست دارند کی زیست از یا با مردمی که در دیگر قلمرو زندگی میکنند؟ کنش متقابل داره که <applause> جامعه شناسا سه اصل در تعریف جامعه اعتبار میده یعنی سه انصار مهم در تعریف جامعه وجود داره یکی وجود مردم دوم روابط مردم با یکی دیگر سوم کنش متقابل یا کردار متقابل با جوامعی که دیگر است غیر از این جامعه بنابرای تعریف ما میتونیم که جوامعی که چندین کشور یک جور ساخته او رو هم جوامع بگیم به طور مثال میتونیم بگیم جوامع شرقی جوامع غربی جوامع آفریقایی و همچنان همچنان میتونیم یک کشور مجزا جدا رو هم جامعه بگیم مثل افغانستان پاکستان ایران و همچنان میتونیم یک گروه یا قوم خاصی که در یک کشور زندگی میکنه هم او رو هم جامعه بگیم جامعه پشتونها، جامعه هزاره جامعه تاجیک و علمای اسلامی هم یک نکته دیگر را اضافه میکنند که میشه که ما ادیان هم اطلاق جامعه سرش انجام بده بکنیم مثلا میتونه بگیم جامعه یهودی یا جامعه یهودیت جامعه نصرانیت و جامعه اسلام بنابراین منظور استاد گرامی ما جامعه را میتونیم که از نگاه جامعه شناسی و اسلامی به پنج گونه تقسیم کنیم یکی جامعه ای که در او تمدن است یعنی جامعه ای که در او مدنیت است و اسلام است دوم جامعه ای که در او نه مدنیت وجود داره و نه اسلام وجود داره سوم جامعه ای که در اون نسبی هم مدنیت وجود داره هم اسلام وجود داره چهارمی که جامعه ای که تنها در اون مدنیت است و اسلام وجود نداره پنجمی که جامعه ای که در اسلام است و مدنیت وجود نداره حالا هر پنج از بحث طولانی داره مختصرا میپردازیم جامعه ای که در اسلام وجود داره یعنی نظام نظام اسلامی است و در اون مدنیت وجود داره این جامعه جامعه اصلاح شده و جامعه مترقی است به طور مثال جامعه ای که در او دین تطبیق میشه و آسایش و رفاه مدنی در او جامعه وجود داره و جامعه جامعه پیشرفته است برعکس جامعه ای که در او دین نیست و جامعه ای که در او مدنیت وجود نداره هیچ نوع اصلاحی هم در جامعه وجود نداره حالا جامعه ای که در او مدنیت است مثل جامعه اروپایی که امروزه ببینیم مدنیت وجود داره آسایش رفاه همه لوازمی که یک انسان بخواد آسوده باشه وجود داره اما متاسفانه بدبختانه که دین وجود نداره دین خدا حاکم نیست و دین خدا تطبیق نمیشه ما نمیتونیم بگیم که جامعه جامعه اصلاح شده و جامعه خوبی است برعکسش اگر در یک جامعه که مدنیت وجود نداره و دین هست این جامعه را ما نمیتونیم بگیم که جامعه اصلاح شده چرا؟ به خاطر از اینکه قرآن سر و پا دستورش به ای است که انسان ها باید در زمین کار کنند آبادانی کنند الله در قرآن میگه که ما شما رو به زمین خلق کردیم که شما آباد کنین زمینه باز الله میگه کی است که حرام گردانیده باشه زینت حیات دنیا را کی است در قرآن الله میگه که شما هم دنیا را بخواین هم آخرت هست. پس به این منظور اصلا اساسا دینی را میگه که انسان هم پشت مدنیت بگرده و هم پشت دین اخروی خود بگرده پس جامعه متاسفان افغانستان ما نمیتونه بگیم که یک جامعه جا مکمل اصلاح شده است این دو سه قسم دیگهش که ما یکی از جامعهش نزدیک به اصلاح است دو جامعه دیگهش هم مانند جامعه اول که تعریف کردیم اصلاح شده نیست استاد گرامی جامعه که در دوم گفتیم جامعه که در اون مدنیت است اما دین نیست شما فکر کنین چند تا غارتگرا و دزدا آمدن یک جامعه را درست کردن درست؟ در او هر نوع آسایش، رفاه آبادانی همه چیز وجود داره اما در او فساد اخلاقی است، اباهیت جنسی است، اباهیت مواد مخدر است، ربا است، سود است آیا کدام منطق میگه که جامعه جامعه اصلاح شده است؟ هیچ کسی را نمیگه و قرآن کریم افراد جامعه را به سه گونه تقسیم میکنه یک کسانی که صالح هستند دو کسایی که مصلح هستند سه کسایی که مفسد هستند الله بزرگوار در سوره اعراف آیه 147 به یه اشاره میکنه میفرم در این داستان عزیز که کسایی که در روز سبت روز شنبه از یهودیا منع شده بودند که نباید شکار مایی کنند یا نمیکردند یک چل یک هیله یک نیرنگ را درست کرده بودند که مایا ما ها روز شنبه می آمد ده دام از یا مفتاد و یا روز یک شنبه می رفتند مایی را می گروهی از یا بودند صالحین که اینا فقط خوب به خودم فکر کرده بودند و دعوت داده بودند دیده بودند که دعوتشان مردم قبول نمی گوشگیری کرده بودند و دیگه کسایی بودند که دعوت میدادند میدادند حتی برای شمی صالحین میگفتن که شما چرا این کارو میکنید باز میگفتن معذرتا الی ربکم و اذ قالت منهم یاد کو زمانی را که گفت طائفه از امی یهودی ها بر ایشان لم تعیزون قوما چرا وعظ و نصیحت میکنین قوم را که الله مهلکهم الله یار حلاک میسازد در دنیا هم او معذبهم یا الله متعالی یار احزاب میکند عذابا شدیدا به عذاب بسیار سخت و شدید یا در جواب چی گفتن؟ قالو معذرتا الى ربکم دو دلیل میگن یک معذرتی باشه در روز آخر در نزد الله به الله عذر پیش کنیم که الله ما برشان گفتیم اما متاسفانه انجام ندادن یک دو ولعلهم یتقون شاید که اینها از کارهای بدی که انجام میتن دست بکشن دعوتگر مصلح هیچگاه نباید خسته شد دعوت کنن حالا نتیجه چی میشن الله مطال در قرآن کریم ادامه آیر میفرم فلا ما نسو ما زکی رو بهی زمانی که اینها فراموش کردن از یاد بردن آن پند نصیحتی که برشان داده شد انجین اللذین ینهون نسو نجات دادیم آنها را که مردم ها را منمی کردن از انجام دادن کار بد اینها را خداوند میگه ما نجات دادیم این گروه را نجات دادیم هم صالحین نجات دادیم هم مصلحین نجات دادیم در ادامه شی میفرمای الله متعال و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس و گرفتیم کسانان را که ظلم میکردن به عذاب سخت به سخت اینا را سر چهار ساختیم چرا علت را هم الله متعال بیان میکنه به مکان یفسقون به سبب که بودن اینها فسق و فجور در جامعه انجام میدادند. و طور خلاصه جناب استاد گرامی جامعه اصلاح شده جامعه ای است که به تمامی فرامین دینی لبیک می گه. نه تنها به زبان بلکه بالقرب قلب قبولش میکنه و به جواره خود عملش هم میسازن این بود چیز مختصری که شد